یادت اومد؟ خب افسانه کفترخون تموم شد؟ نه، یه تیکش مونده. من جلوی دهن عبدالی گرفته بودم. اون قصا هم همون نامی رو که عبدالله آورده بود گذاشت تو دست شاکر. بعدم همه تون از باغ کفترخون زدیم بیرون. یاور مهمون معین و تجار بوده سر شب. یه کسی بهش حمله میکنه و با اسلحه خود یاور که مفقوده معین و تجار میکشه. یاور مشخصاتشو داد، الان تو شهربانیه. با بدبختی و این زخم خودشو به شهربانی رسوند. کی کار کرده سر؟ کی اون بابای منو کشته؟ کی میتونسته مرتکب چنین جنایتی بشه؟ دیدم از پشت شاب بود. حجره تعطیل می باشد و ختم آن مرحوم بعداً اعلام می شود. مخالف کشف حجاب که هست، مردمو که تحریک می کنه، از دکتر و اسفندیار و هرچی که ناراضیه دفاع که می کنه. انقدر ساده و خوشبین نباش سرنگ. شما هم مثل یاور پیچیده و بدبین نباشین قربان. بدبین؟ خودش قاتلشو شناسایی و معرفی کرده، هم تو شهربانی و هم تو درمونگا. دم مرد. از کینه عمیق و تنفر یاور به شهاب نباید غافل بود. چه پدر کشتگی باهاش داشته؟ بدترینش رقیب عشقی یاور بود. از مدت‌ها قبل یاور گرفتار دختر مختار بود. با آمدن شهاب و نزدیک شدن اون به خونه مختار، به خاطر مریضی عبدال دائم پی این بود که اونو از سر راهش برداره. از مختار هم جواب رد شنیده بود به خاطر سن و سال و خونوادش. از شهاب هم متنفر بود به خاطر موقعیت و جوانیش. هر دوتا مانع رسیدن به آرزوهاش بودن قربان. مطرح کردن این مسائل در مورد یک مأمور نظمی وطن پرست و وظیفه شناس در شأن و درجه و موقعیت شما نیست سرنگ. کوشش کنید اجازه ندید که خون یاور پایمال بشه. خون یاور و معین و تجار. تمام جدیت منم همینه قربان، اما به شیوه خودم، نه به شیوه یاور. اتهامش به شهردار در جریان مرگ اسفندیار رو حتما از خاطرتون نرفته. تحقیق درستی هم از مرگ اسفندیار به عمل نیومد. گزارش دکتر هم به مرکز ارسال نشد.
از برگزاری ختم و مراسم عزاداری هم ممانعت به عمل اومد. ما باید اسفندیار رو تحت الحفظ به مرکز میفرستادیم. پاش به مرکز میرسید سرنوشت بهتری نداشت، اعدام میشد. ولی مسئله ما قتل سیاسی یاور سرهنگ. بله قربان، عرض میکردم که شهادت یک آدم زخمی که مشاهیرش رو از دست داده در دادگاه نظامی یا عدلیه مرکز چقدر مورد قبوله. با توجه به سابقه درگیری حسی که با شهاب داشته، با این حرف یاور فکر نمی کرده که بمیره. به نظر من اون فکر می کرده که رقیبو از میدان به در می کنه و خودش به مراد دلش می رسه. به نظر شما شهادت آسید نبی روحانی که متحد و مسئول مسائل شرعی مردم و متولی امامزاده است و داروفروش و داروساز مردم این شهره چقدر برای قاضی عدلی پذیرفتنیه؟ فرضیاتتون رو برای خودتون نگه دارین. تحقیقات درباره قتل یاور سیاف و معین التجار و گرفتن اعتراف از متهم باید به نتیجه برسه و مسئولیتش با شماست. بله قربان، شک نداشته باشید، حتما به نتیجه میرسه. شب چرا؟ اون که به تو بدی نکرده بود، تازیه آور کینه به دل داشتی. آقا جون من چه ایزومه تری به تو فروخته بود؟ اون که با ما مخالف نبود. منصور، من دارم دق میکنم، باورم نمیشه. چیو این که شاب بابا رو کشته؟ نه، که آقا جون مرده، کشتنش. خدا ببین سرنوز، ما الان باید آروم باشی. خب چون کسی نیست که کمکمون بکنه، خودمون باید یه جوری خودمون رو نجات بدیم. گوش میکنی؟ بعدشم ناشکری نکن. این جریان شاید باعث شد آقا جون بمیره، ولی حداقل باعث شد که این مردی که قوتشن سایش از سر تو و این شهر کم بشه. توجهی چی میگم؟ بعدشم برو خدا رو شکن مثل شیرون اونجوری مریض و بدبخت نیستی. رود نمیشه بری از دکتر حسام واسه مجلس ختم آقا جون اجازه بگیری؟ نه. چرا روم نمیشه؟ اون بدبخت که کاری با همون نداره، تازه ممکنه خودش زنگ بزنه به سرهنگ برامون هماهنگ بکنه. چی میگه؟ من مشکلی ندارم با دکتر حسام. هیچ کس در بیگناهی تو شک نداره. زمان احتیاج داره. نگهبان درو باز کنید. زندانی به مداوا احتیاج داره. باز کن درو. قدغنه تماس نزدیک با زندانی قدغنه. من طبیب معتمد نظمیه هستم. زندانی به مداوا احتیاج داره. نمیخوام مادرش اینجوری ببینتش. ساکت نمیشینه. کیف منو بیار. کیفشو بیار. همون حسان، من چیزیم نیست، خوبم. چیفه دکتر، چی شده؟
چه بلایی سرش آوردین؟ چرا کسی جواب نمیده؟ میخوام پسرمو ببینم. سلام خانم. نگران نباشین. اجازهشو صادر کردم. دکتر اجازه بده میتونید پسرتون رو ببینید. یه عمر برای دیدن پسرم باید منتظر اجازه دکتر باشم. دکتر اجازه بده. دکتر. نگران نباشین. اجازه بدید همه چی درست میشه. با اجازه. میخواییم براتون آب بیارم؟ بشینین. شانس آوردی. کورت نکرد. بده من. بهتون نگفتن اینا چیه حمل میکنی؟ سخت نگیر شاه. سخت نمیگیرم، به من گفتن. حالش خوبه، جای نگرانی نیست. میخوام برم تو، پسرمه. رفتن تو سلول زندونی ممنوعه. برای همه؟ من طبیب معتمد نظمیه هستم. ببخشید. شاه. کار من نبوده. همش با پوشه. چیه شورا بودی؟ محرمانه از مرکز بارم. میتونی بری؟ مرگ پدر خیلی دردناکه. میفهمم. اما فراموش میشه. اما دردهای تو زندگی هست که هیچ وقت فراموش نمیشه. اگه کاری با من داشتی، رو در وایسی نکن. در خونه من همیشه به روی تو بازه. باشه باشه.
ببین یه بایی میگه دارم میگه دارم بذاره بینم چی شده یه بایی چه تو شده آقا آقای دکتر شما این سلام سلام منصور تو اینجا چی کار میکنی؟ این موقع شب درستش آقای دکتر چیه؟ چرا مستعجلی؟ برای چی؟ هیچ میخواستم در مورد سهرناز با تون حرف بزنم میخواستم ازتون خواهش کنم اگه براتون مقدوره یه وقتی بگیرین سهرناز شوابو ببینه فکر این که شواب آقا جونو کشتی داره عذابش میده فکر میکنی باور کرده شهاب این کارو کرده؟ نه یعنی نمیدونم ببینید آقای دکتر الان کار سهرناز شده این از صبح وقتی از خواب پا میشه گریه میکنه ناله میکنه قهر میکنه بهونه میگیره اصلا زندگی رو به من و ننجون تخت کرده زلم اون کرده یعنی فکر میکنی اگر شهابو ببینه حالش بهتر میشه احتمال داره وخیمتر بشه احوالش چی بگم حالا اصلا اونو هر طور خودتون صلاح میدونین من حقیقتش اومدم بابت اینکه اجازه ختم آقا جونم گرفتین ازتون تشکر کنم ممنون الان هم اگه اجازه بدین برم چون که سهرناز و ننجا خونه تنها خداحافظ شما یعنی چی سرنگ رستمی؟ یعنی چی اعتزاد باید اجازه بده؟ یعنی شما هیچ اختیاری ندارین؟ دکتر جان این قضیه برای ما یه جوری دیگه است برای اون یه چیزی دیگه گوش کن درست ببین چی میگم سرهنگ اینا گزارش علت مرگ اسفندیار رو به مرکز گزارش نکردن من میتونم یه رونه داشت از نظر یه طبیب معتمد نظمیه رو بفرستم مرکز حتما میدونین نتیجه شو که چی میشه ها؟ این کارو نکن دکتر اصلا به صلاح نیست اون پرونده رو مختومه اعلام کردن این قضیه اعتزاد رو سر قوز میندازه گوش کن دکتر به بهانه اینکه سهرناز میتونه محل اختفای اسلحه رو از زیر زبون شهاب بیرون بکشه شاید امکان داشته باشه یعنی چی؟ یعنی مثل یه جاسوس مفتش بره سراغش؟ من به اعتزاد پیشنهاد میدم که شاید دختر مختار بتونه زبون شهابو باز بکنه شما هم به سهرناز بگید قبول بکنه و نترسه بعد از ملاقاتم میگه که به من چیزی نگفت میدونید که ایشون از مدتها پیش در موقعیت احساسی و روحی بسیار خطرناکی قرار گرفته و بعد از اقدام به اعمال اخیر به جای همکاری از افشای محل اختفای اسلحه های مورد استفاده خودداری میکنه این مقاومت بیهوده جز قطعی کردن محکومیت و سنگین تر کردن مجازات سود دیگه ای نداره ما میخواییم از رابطه فیما بین استفاده کنید و طوری با ایشون حرف بزنید که ضمن اعتراف به جرم محل اختفای اسلحه مأمور نظمیه رو بروز بده
من چطوری میتونم یه همچین کاری انجام بدم؟ من همه عمرم تو خونه بودم، اصلا اینجور جا نه. دکتر شهاب به خاطر تعلق خاطرش به شما مرتکب این جنایت شده. این علاقه دیوانوار نقطه ضعفش به حساب میاد. شاید هم برای نمایش شکوه عشقش به شما حقیقتو بگه. در غیر این صورت این اعترافات رو در مرکز با روش سخت‌تری در اختیار مأمورای تفتیش و تحقیق قرار خواهد داد. شما که راضی به رنج و عذاب کسی که دوستش دارید نخواهید شد. چشم جناب اجازت. ایشون سعیشون رو میکنن. خب اگه نتونستم چی؟ من قصد ما کمک به اونه. شما رو نمیدونم، مسلما ما چیزی رو از دست نخواهیم داد چون مجرم رو در اختیار داریم. آقای دلشکی ملاقات داره. بفهم. سلام. سهرناز چجوری به تو اجازه دادن بیای این پایین؟ منصور میدونه؟ آره، خودش با همون صحبت کرد موافقت شهربانی رو بگیره. آخه چرا اومدی اینجا؟ کار خیلی خوبی کردی اومدی. ولی خب میخوام همه چی از زبون خودت بشنوم شهاب. من به ارواح خاک آقا جون همه چی تو قلبم نگه میدارم. فقط به من نگاه کن. سهرناز تو واقعا میتونی باور کنی من آدمی باشم که اینا میگن؟ قاتل، جانی، آدم کش؟ به چی قسم بخورم سهرناز؟ به روح پدرم، به جان عزیز تو؟ قسم نخور شهاب، قسم نخور. فقط راستشو بگو. لااقل به من راستشو بگو شهاب. از هیچ خبر ندارم. آسد نبی رو قبول داری؟ برو از آسد نبی بپرس. من تمام اون روز خونه ای آسد نبی بودم که اینا اومدن منو گرفتن. پس چاوون حرفو چی بود که یاور گفته؟ اینکه تو رو دیده بعدش معرفیت کرده، اینا چی بود شهاب؟ دروغ گفته سهرناز. سهرناز آدمی که داره سقوط میکنه برای نجات خودش دست به هر کاری میزنه. بدبختانه یاور منم با خودش کشته تو این باتلاق. هرچی گفته دروغ گفته شب. من باورت میکنم. من باورت میکنم شب. من باورت میکنم. کوتاهی نکن دکتر. تو 20 سال پیش هم این کار با من کردی، با نگفتن حقیقت به خاطر ترس از آبروی پوشالی خانوادگی. از من گذشت، با پسرم این کارو نکن. نبشه قبل نکن ملک. شهاب مثل پسر منه. با آینده فکر کن. من چندین بار بیشتر از تو مردم و زنده شدم. نمیتونی؟ ازت بر نمیاد؟ خودم میرم تهران. گوش کن، شواهدی در دسته که به زودی اثبات میکنه شهاب بیگناهه. به من فرصت بده.
تو فرصت سوزی دکتر. تو شهرداری، دکتر معتمد نظمیه ای، نمیتونی کاری بکنی بیاریش بیرون؟ سعی خودمو میکنم، به روح شاکر سعی خودمو میکنم. حتما این کارو بکن. دختره هم نتونست چیزی ازش در بیاره. به هر حال برای اعزام به تهران آمادش کنید، ولی سعی کنید با سر و کلی شکسته و چش و چار کبود به تهران نرسه. بله قربان. به شهردار هم اطلاع بدید. اطاعت قربان. با اجازتون. به سلامت. خوش آمدید. خاطر جمع باش. برو سلام. دیگه تاکید نکنم. قول دادم به خاطر جمع. برو. رازیش کن حتما شهابم باش. شهاب؟ خدا خیرت بده دیگه. حالا بذار ببینم چی میشه؟ تاکید کن. خداحافظ. برو به سلام. یعنی دیگه هیچ کاری نمیشه برش کرد؟ ناامید نباش، مادرش قراره بره تهران، منم میرم. خدا بزرگه. یعنی سر بیگناه میشه بالای دار بره؟ ببخشید. بله. سلام سرنگ، حال شما خوبه؟ بله حتما، بفرمایید. جدن؟ بله، همه با هم میریم. بله، با آقا کفتر خون. پاشو باید بریم. کجا میخوای منو ببریم وقتشه؟ خونه عمه من. میریم باغ. دیر نشه خانم. آقای مو باشه دم در منتظرم. باشه. تو شما ماشین روشن کنین، منم الان میام. چشم خانم، با اجازه. عمه حالت خوبه؟ خوبم، بهترم. دردم داری؟ نه، کمتر شده. بمیرم الهی. خدا نکنه. غذا چی میخوری؟ نگران من نباشین، خوبم. شیرین چطور است؟ شیرین خبر دارین؟ تهران تو بیمارستان بستریه. بالا تنها
میشه چیزی نیبه. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام سلام جناب دکتر. سلام جناب سرک. بفرمایید. همگی خیلی خوش آمدید. خیلی ممنونم که تشریف آوردید. اگر اجازه بدین من میخوام امشب چند کلمه صحبت کنم. من هنوز سیاه پوش آقا جونمم. تکرارش برای خودم از همه سخت‌تره، اما احساس میکنم که حتما باید این حرفا رو بزنم. شبی که پدر من کشته شد من پشت در همون اتاق ایستاده بودم. داخل اتاق پدرم بود و یاور سیاف داشتن با هم جر و بحث میکردن. موضوع جر و بحثشون هم خواستگاری خواهرم سهرناز بود. یاور سیاف شروع کرده بود به داد و بیداد کردن، داشت پدرم رو تهدید میکرد. من خیلی عصبانی شده بودم، میخواستم برم داخل حجره باش دست به یخه بشم، اما همون موقع پدرم یه حرفی زد که اصلا همه ماجرا عوض شد. در واقع پدرم یه رازی رو فاش کرد، یه رازی که فکر کردم امشب حتما باید بگم، چون میدونستم خیلی ها جواب خیلی از سوالاشونو میگیرن. پدرم به یاور سیاف گفت 20 سال پیش شاهد به قتل رسیدن شاکر دلشکیب بوده تو همینجا همین باقی کفترخون. اون موقع امو عبدال من خب بچه تر بوده، شرایط جسمی روحی خوبی هم که نداره، به خاطر همین مسئول رسوندن یه نامه‌ای میشه به شاکر دلشکیب. پدرم خیلی اتفاقی میبینتش، تعقیبش میکنه، میان تا میرسن به همینجا. امو عبدال میاد و نامه رو میده به شاکر دلشکیب. همین که میاد از باغ بیاد بیرون پدرم میگیرته، دستشو میذاره جلو دهنش و میبرتش تو تاریکه قایمش میکنه. شاکر مشغول خوندن نامه میشه، دنبال کسی که نامه رو آورده میگرده اما کسی رو نمیبینه. دوباره مشغول خوندن نامه میشه، اما همون موقع دو تا سرباز به همراه یک قزاق بهش حمله میکنن. نامه از دست شاکر میفته، قزاق نامه رو بر میداره، دو تا سرباز کشون کشون شاکر رو میارن توی همین محوطه. اینجا یه تناب دار آویزون بوده، شاکر همین که تناب رو میفهمید از یه چی.
بعدش هم که قزاق رفت نامه رو گذاشت تو دستای شاکر دلشکیب. آره اینجا همین جا بود، یک قزاقی ما، یک شمی ما، شاکری وقت بود، تنها با انداختن گلی گردان میشه، یا کشیدم دیگه مزدکونی بخوام افتاد. آروم باش، آروم باش، آروم باش، بیا بشین، آروم باش. من هنوز پشت در اتاق وایساده بودم، همه دست و پام داشت میلرزید. یاور سیاف به پدرم گفت جناب مختار افسانه باغ کفترخونه تموم شد. پدرم گفت نه. یادم وقتی اومدین از باغ بیایم بیرون، اون قزاق صداد کرد که واخه مرتی که چجوری میتونه کسی خودشو دار بزنه وقتی دستش از پشت بسته شده. اون وقت تو دویدی رفتی بند پوتینو تو از پشت دستای شاکر باز کردی. بعد صدا شلیک اومد. من خیلی ترسیده بودم. بعد شنیدم که یاور سیاف گفت الان میرم حساب اون برادر خلوچلتم میرسم. خواستم برم به یاور حمله کنم اما ترسیدم منم بکشه. گذاشتم تا برسه به حیات حجره. رفتم از روی یکی از دیوارای حجره آقا جون یه دونه قمه قدیمی برداشتم. از پشت دنبال یاور تو تاریکی دویدم، تو حیات رسیدم بهش، از پشت چند بار قمه رو تو پهلوش فرو کردم. بقیه قضیه هم که خودتون میدونید. خبر کردن دکتر، گرفتن شهاب، یاور دروغ گفت، اصلا منو ندید. اعتراف میکنم که یاور من کشتم. اون اسلحه و قمه کجاست؟ همینجا. کجا؟ همینجا تو باغ کفترخون. بیارش. سرهنگ. بله قربان. اسکندری. برو
اون قزاق کی بود؟ توصیه میکنم دنبال شناسایی اون قزاق نباشید و قائله رو همینجا ختم کنید، چون از اینجا به بعدش شوخی بردار نیست. سید، اگه من این کارو کردم برای این بود که داشت میماد عمو عبدال هم بکشه. خون جلو چشاشو گرفته بود. من خودم هم نمیدونم چجوری این کارو کردم، اما شما برام دعا کنید، دعا کنید خودم رو ببخشه. انهو کان توابا. نگران نباش، اگر خدا بخواد همه چی درست میشه. برام دعا کنید. عمو سرناز منو ببخش. میدونم توی این مدتی که شهاب تو زندان بود خیلی اذیت شدی، اما باور کنید این کار رو میکردم یه بلای سر برای تو هم میبود. برم دعا کن. خدا هست، نگران نباش. خب باشه، مراقب خودت باش. آقای دکتر، شهاب تو تمام مدتی که زندان بودی من شکنجه شدم. باور کن اگر به خاطر سهرناز نبود زودتر از اینو خودمو معرفی میکردم. برام دعا کن. خلاص میشی منظور، حقیقت پنهون نمیمونه. شهامتتو تحسین میکنم. آی دلشکیب، شما آزادید، ولی یک سری اقدامات و تشریفات باید در شهر باید انجام بشه. ممنونم سرکار.
آفتاب پس ابر پنهون نمیمونه. شب دکتر، اما همه جا روشنه. من هیچ وقت تو رو قلبن گناهکار نمیدونستم. بقیه هم به ظاهر قضایا حکم کردم. فروغ چی؟ اون تنها کسی بود که با اطمینان قلبی اتهام و جرم و گناهکار بودن منو پذیرفته بود و جار میزد. حالا رو بنده انداخته و ساکته. اون به اندازه کافی شرمنده است. به خاطر وضعیت خطرناک شیرین در تهران شاید تمام این مسائل رو فراموش کرده باشه. اون بچه بیگناه با مرض سل تو تهران تو مریضخونه تنها. بعضی وقتا بچه ها تقاص بزرگتراشون رو میدن. آتیش به پنبه پاک میافته. فکر کنم توی مدت چه اتفاقی افتاده. تنها چیزی که الان برای من مهمه فقط راه افتادن مریض خونه است. اینه که الان برام اهمیت داره. راستی شیرین و بمب فروغ هم دارن میان ها؟ تو رو خدا. آره کارهای انتقالیش رو انجام دادیم، همینجا بستریش بکنیم. منظور اگه بفهمه چقدر خوشحال میشه. نه خیلی. امروز میتونیم بریم دیدنش؟ نمیدونم به خدا. بذار بپرسیم. پسر شما؟ بله آقا. سرشو بگی بالا. اینا حتما فردا بیارش من سر فرصت ببینمش. چشم آقای دکتر. عمو پس چرا تنهاست؟ نمیدونم. عمو جان سلام. سلام. سلام علیکم. خوش آمدید. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید. سلام علیکم. سلام. 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 چی شو؟ کسی نیومد؟ نه. چون با تغییر اسم مریض خونه موافقت نکردم، اومدن مقامات و معتمدان رو برای افتتاح قدغن کردم. مهم نیست. این مریض خونه متعلق به این مردمه. با همین مردم افتتاح میکنیم. برای من جای خوشحالیه که امروز شاهد آغاز به کار این بیمارستان هستیم. جا داره سپاسگزار بانوی بزرگواری باشیم که با پایمردی و سخت کوشی موفق شد این باغ متروکه کفترخان رو تبدیل به مریضخانه مرحوم برادرم شادروان شاکر دلشکیب بکنه. چون هدف ما خدمت به خلق خدا و مردم محروم این منطقه است، در محضر خداوند این مریض خونه رو افتتاح میکنیم. امیدوار هستم که پاداش اونچه که بانوی بزرگوار همسر مرحوم برادر من برای انجام این کار کرده در نزد خداوند محفوظ و اجر جزیل رو به ایشون عنایت کنه. سپاسگزارم. خواهش میکنم از دکتر شهاب دلشکیب فرزند بانو که ایشون هم چند کلمه ای صحبت کنه. ببرد
بیش از هر چیزی و هر حرفی، بی اون که بخوام حاشیه برم، دوست دارم اول تشکر بکنم و سپاسگزارم از مادرم، به خاطر اینکه تمام این سالها بی اون که من بدونم پنهانی شرایط تحصیل من رو فراهم کرد تا پزشک بشم. سپاسگزارم از عموم به خاطر اینکه انگیزه پزشک شدن رو در من ایجاد کرد. و واقعا سپاسگزارم از مادرم به خاطر اینکه با تمام توانش تلاش کرد تا اینجا رو تبدیل به مریض خونه بکنه و حقیقتا از جان مایه گذاشت. عرض دیگری ندارم. بفرمایید دهنتون رو شیرین کنید. آقا تو رو خدا دکتر.